سلام به همراهان همیشگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال خودتون. شاید باورتون نشه ولی آمار نشون میدن که از هر 4 نفر 3 نفر مبتلا به کبد چربه و خودش این رو نمیدونه. کبد چرب هم به این معنی هستش که کبد مقدار زیادی چربی رو در خودش انباشته کرده. و حالا این چرا بده؟ چون میتونه تبدیل به فیبروز کبدی، سیروز کبدی و حتی سرطان کبد بشه. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا در مورد کبد چرب و راه‌های درمان و پیشگیری اون بیشتر آشنا بشیم و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شیوع کبد چرب در افرادی که اضافه وزن دارن و چاق هستن، افرادی که کلسترول و تریگلیسیرید بالایی دارن، دیابت دارن و افرادی که سابقه خانوادگی کبد چرب دارن بیشتره. این افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به کبد چرب هستن و باید مرتباً چک بشن. در افراد دیابتی از هر 4 نفر 3 نفر مبتلا به کبد چرب هستن که خب آمار بالاییه. افرادی که چربی خون دارن و داروهای کنترل چربی خون مصرف میکنن باز هم شانس ابتلا به کبد چرب رو دارن. البته اینطور نیستش که کسانی که این ریسک فاکتورها رو ندارن مبتلا به کبد چرب نمیشن. اتفاقا این روزها به خاطر عدم تحرک کافی و تغذیه ناسالم، افرادی که این ریسک فاکتورها رو ندارن احتمال اینکه مبتلا به کبد چرب بشن زیاده. فردی که ریسک فاکتورها رو داره و همچنین بزرگساله و سنش بالای 20 ساله باید از طریق مانیتورینگ هایی که با آزمایش براش نوشته میشه یا از طریق تصویربرداری به صورت روتین بررسی بشه. حالا کبد چرب چه علامت هایی داره؟ بذارین خیالتون رو راحت بکنم. کبد چرب هیچ علامت خاصی نداره. ممکنه که الان بعضی از افراد بیان بگن آره ما احساس خستگی میکنیم، بیحالیم، خوابالودگی داریم. آره بعضی از افراد میتونن این علائم رو داشته باشن، ولی بیشتر افراد هنگامی که کبد چرب دارن هیچ نوع علامت خاصی رو تجربه نمیکنن. کبد چرب هیچ درمان قطعی، دارویی و مشخصی نداره و با رعایت کردن یک سری اصول قابل درمانه. افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن میتونن با رعایت کردن این اصول گرید کبد چرب خودشون رو کاهش بدن و حتی میتونن کبد خودشون رو به حالت نرمال برگردونن. اگر جوان هستید، ریسک فاکتورهایی که قبلا گفته شده بود رو ندارید و مبتلا به کبد چرب هستید، رعایت کردن این اصول برای شما بسیار مهم و ضروریه. خب حالا این اصول چیا هستن؟ اگر افزایش وزن دارید حتما باید بین 5-10% وزن خودتون رو کاهش بدید. در طول هفته بین 200-300 دقیقه ورزش داشته باشید یا میتونید هر روز بین 20-30 دقیقه ورزش بکنید و میتونه این حالت برای شما مفید باشه. اگر فشار خون دارید، چربی خون دارید و دیابت دارید حتما باید کنترل بشه. مصرف چربی، نشاسته، برنج، کربوهیدرات و همچنین سیب زمینی رو باید کاهش بدید و به حداقل برسونید. بیمار این رو باید بدونه که رعایت رژیم غذایی 100% به نفع خودشه و حتما باید رعایت بشه. هیچ میزان از الکل قابل قبول نیست و نباید به صورت کلی مصرف بشه. مصرف فراورده هایی که به بهبود عملکرد کبدی کمک میکنن مثل لیورگول و سایر برند های مشابه میتونه باعث بهبود عملکرد کبدی بشه و کمک کننده باشه و در نهایت یکی از مکمل هایی که میتونه به بهبود عملکرد کبد کمک بکنه قهوه است. آمارها نشون داده که مصرف روزانه قهوه باعث بهبود عملکرد کبد میشه. البته افرادی که آریتمی قلبی دارن و بیخوابی دارن باید در مصرف قهوه احتیاط بکنن. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی در مورد این ویدیو، دارو یا بیماری های دیگه دارید برای من کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهشون پاسخ میدم. سلامت و پایدار باشید.